درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه. درباره هنرمند بزرگ موسیقی ایران داریوش رفیعی صحبت می‌کنیم. این روزها سالگرد درگذشت داریوش رفیعی است. وی در دوم بهمن سال 37 از دنیا رفت. اعلام خبر درگذشت داریوش رفیعی از رادیو ملی ایران به تاریخ دوم بهمن صبح روز اول بهمن سال 37 اتومبیلی به رانندگی بیژن ترقی، ترانه‌سرای نامدار آن روزگار، با شتاب وارد محوطه بیمارستان هزار تختخوابی تهران شد و از مسئولان اورژانس کمک خواست. آنها مراتب رو فوراً به اطلاع معاون بخش عفونی بیمارستان که دکتر نصرالله مقتدر مجدهی بود رساندند و او دستور داد که بیمار فوراً در بخش عفونی بستری و مورد معالجه اورژانس قرار بگیره. این دستور فوری دکتر مقتدر بیشتر با آن خاطر بود که به او گفته بودند بیمار مورد نظر داریوش رفیعی خواننده مشهور است. خواننده‌ای که دکتر مجدهی نیز صفحه‌ها و ترانه‌هاش را خیلی دوست داشت. دکتر مجدهی که بعدها وزیر دولت یک ماهه شاهپور بختیار شد. دکتر خودش شخصاً به وضع داریوش رفیعی رسیدگی کرد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و مسئولان اتاق داریوش رفیعی ساعاتی بعد اعلام کردند که او در اثر ابتلا به بیماری کزاز درگذشته است. و حتی زمانی که دکتر منوچهر اقبال رئیس بخش عفونی بیمارستان یاد شده خودش رو به بالای سر داریوش رفیعی رساند، نتونست برای او کاری بکنه. عصر روز اول بهمن ما از رادیو تهران اعلام شد که داریوش رفیعی خواننده معروف، خواننده ترانه معروف یاد از آن روزی که بودی زهر یار من، در بیمارستان هزار تخت خوابی فوت کرد. دوستداران داریوش رفیعی سراسیمه خود را به بیمارستان رساندند، ولی دیگر فایده‌ای نداشت. آنها سوگوارانه و در حالی که ترانه زهره رو که او خوانده بود رو زیر لب می‌خواندند تا ساعاتی از شب در حیات و محوطه اون بیمارستان ماندند و بیادش شمع روشن کردند و ترانه زهره او رو دست جمعی می‌خواندند و سپس با توصیه دکتر اقبال که بیشتر او رو به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در آن سالها می‌شناسیم محوطه بیمارستان را ترک کردند. خبر مرگ داریوش رفیعی در یکی از پربرفترین و سختترین زمستانهای تهران آن روزگار یکی از باور نکرده ترین خبرهای اون روز بود، زیرا او فقط 31 سال داشت و تازه به دوران شکوفایی هنرش و در عرصه خوانندگی پا گذاشته بود و در مدت 10 سال بیش از 100 ترانه خوانده بود. اگرچه نمیتوان جوانمرگی دردآور رفیعی رو در محبوبیت دیرپاش نادیده انگاشت، اما با استناد به مطبوعات زمان حیات او و دوستان نزدیکش که اینک از سالخوردگان دوران ما محسوب میشند، به راحتی میتوان محبوبیت فوق تصور او رو در زمان حیاتش میان مردم یافت. مرگ داریوش رفیعی را تقی روحانی در نیم روز سوم بهمن 1337 از رادیو ایران اعلام کرد و پس از آن تهران شاهد تشییع جنازه‌ای بود که تا به حال بر خود ندیده بود. حالا در اینجا متن اطلاعیه‌ای که از رادیو ایران توسط تقی روحانی گوینده اعلام شد رو براتون پخش میکنم تا به فضای اون دوران آشنا بشید. بالاخره آن که نباید بشود شد. داریوش رفیعی هنرمند جوان ما هم که تا چند روز قبل
در استودیوی رادیو حضور می‌یافت و در محیط پرمهر و صفای هنرمندان به اجرای برنامه‌اش می‌پرداخت، برای همیشه چشم از دیدار جهان و جهانیان بربست. و ما اینک باید در این برنامه از او یاد کنیم. بله، فقط یاد. تنها خاطره او باید سرگرمی خاطر هنر دوستان جامعه ما باشد. یوسف رفیعی از جوانترین هنرمندان رادیو بود. او از 19 سالگی کار خوانندگی را در رادیو شروع کرد و 10 سال تمام هنر او مایه لطف و صفای محفل هنر دوستان و صاحب دلان بود. ملاحظه می کنید که این قنچه نشکفته چه زود پرپر شد و دست خوش بیداد زمان گردید. داریوش رفیعی آهنگ هایی را که می خواند تنها به خاطر انجام وظیفه نبود. یک احساس عمیق هنرپرستی و لطف و صفا مایه الهام رفیعی بود. او به خاطر دلش آواز می خواند. او مسحور ذوق و هنر بود